میخوام با جناب سهیل مهدی صحبت بکنم، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور و سازمان لیگ، در مورد برنامه پیش روی سازمان لیگ. جناب مهدی سلام بر شما، صبحتون بخیر. جناب کاظم زاده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مردم خوب کشورم و ایام را بندم قصه درز میکنم خدمتون هستم. خیلی متشکرم. بعد از کش و قوس‌های فراوان، بعد از کلی اعتراض‌هایی که شاید بعضی‌هاش واقعا به ناحق هم بود و سازمان لیگ بی دلیل تحت فشار قرار گرفته بود، نیم فصل اول تقریبا تمام شد، یک تک مسابقه مونده، اون هم بازی پرسپولیس و گلگهر که معوقه هست. اما آغاز نیم فصل دوم و خبری که دیروز نیمه رسمی اعلام شد که شاید مسابقات انتخابی جام جهانی متمرکز برگزار بشه در خرداد ماه، شاید برنامه لیگ ما رو دستخوش تغییر بکنه. نظرتون چیه و چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ قربان. مرسی، متشکرم که به درستی اشاره فرمودید که بعضن این فشارها علیرغم اینکه دوست نداریم به جدول مسابقات تحمیل بشه به تیم خوب کشورمون، در اصل بین‌المللی و در سطح دنیا داره اتفاق میفته. اینو به عنوان مقدمه بندم عرض کنم، در حدی که وقت برنامه اجازه میده، که ما دیدیم که حالا قرار بود لیگ قهرمانان آسیا به صورت رفت و برگشت انجام بشه، به طور ناگهانی علیرغم پیشنهادی که کشور ایران داشت که در پایان لیگ‌های غرب آسیا ما پیشنهاد دادیم برگزار بشه، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ایام ماه مبارک در نظر گرفته شد این مسابقات، و اتفاق اخیر هم که بحث مسابقات جام جهانی بودش که تمام شاید برنامه ما و کشور ما و تیم ملی، مربی تیم ملیمون بر اساس برنامه‌ریزی که داشتن منتظر بودیم که رقابت رو به صورتی که دلمون میخواد برگزار بشه، که متاسفانه نشد و گویا داره میره به سمتی که متمرکز میشه در فیفازی که ایام خرداد ما هستش. خب این مسئله خب تقریبا ما رو دچار چالش هایی کرد. ما برنامه تصمیمی که گرفته بودیم و مشورتی که با تیم های دیگه برترمون داشتیم، ازشون خواهش کردیم که اجازه بدن که ما نیم فصل رو ادامه بدیم به اتفاق تیم های خوبمون و سه هفته رو برگزار کنیم و بعد در ایامی که تیم ملی ما بازی داره و لیگ قهرمانان آسیا شروع میشه، استراحت رو تیم های رو بدیم که فارغ از این قضیه هستن. دقیقاً. همچنان برنامه جلسه که ما دیروز هم با همکاران داشتیم به دو دلیل، یکی که هنوز تصمیم تیم ملی ما هنوز نهایی نشده در رابطه با برگزاری اردو، احتمالاً بخوان این ایام رو مون اردو آماده سازی استفاده کنن، و هم همین که دیگه تیم‌ها برنامه‌ریزیشون کردن برای این سه هفته. اگر ما بر اساس این سه هفته حتی فصل نقل و انتقالات رو تعیین کردیم، اگر بخوام احیانا تغییراتی داشته باشیم، تعطیل کنیم، لیگ قهرمانان شروع میشه، بعد دوباره بعد از اون یک سری تعطیلی‌های مختلف رو داریم، فکر کنم خیلی فرسایشی میشه، بیش از این فرسایشی میشه. ما همچنان اون ایام تعطیلاتی که در ایام عید داریم و تداخل میکنه با فیفا دی و لیگ قهرمانان به جای خودش هست، این سه هفته دیگر هم خواهیم داشت. هفته 18 احتمالاً اگه جدولمون اجازه بده یه جام حذفی هم برگزار می‌کنیم و بعد یه تیم‌ها سوپر جام. چطور سوپر جام به قوت خودش باقیه؟ بله، سوپر جام هم عرض کردم به قوت خودش باقیه. سوپر جام منوط به برنامه تیم ملی هستش. یک مقدار از روز اول ما اون فضا رو در نظر گرفته بودیم، اما هنوز مسجل نیست به دو دلیل. یکی اینکه بحث همین پاندمی هستش و کرونا و برنامه‌هایی که اونجوری خلق و سایر رو عوض میشه از طرف سازمان‌های بالادستیمون، و هم این که باید ببینیم که آیا تیم هامون فضای صورت لازم رو دارن یا خیر، سعی میکنیم اون رو هم به زودی اعلام کنیم. بنابراین سه هفته ابتدای نیم فصل دوم همچنان ادامه پیدا میکنه بر اساس برنامه قبلیتون، چون هنوز قطعی نیست برنامه تیم ملی و شما برنامه رو ادامه میدید و طبق برنامه ریزی قبل، حتی اگر بازی ها به خرداد موکول بشه و متمرکز ادامه خواهید داد. بله، چون به هر حال اون زمان ها به هر حال برای فیفا ذخیره شده و ما طبق قانون تو ایام فیفا دی و روزهای فیفا بازی برگزار نخواهیم کرد به هر حال. درسته، خیلی متشکرم. یه نکته دیگه هم به عنوان سوال پایانی میخواستم از شما بپرسم. به هر حال شما مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر هستید، تمام تیم‌ها شرایطشون امکاناتشون رو از نزدیک دارید رصد میکنید و قطعا برای بررسی وضعیت لیگ کشور خارج از ایران رو هم بررسی میکنید. ما چهار باشگاهمون درخواست دادن برای گرفتن میزبانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در گروه خودشون بیشتر از هر کشور دیگری که در این مسابقات است. چقدر این رو شدنی و منطقی میبینید و شانس این چهار باشگاه رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، بحث میزبانی منوط به بخشش منوط به شرایط و قوانین داخلی هر کشور هستش که بر اساس نوع برخورد با پروتکل‌های به
بهداشتی و اون شیوه نامه هایی که در هر کشور اتفاق میفته شرط میزونی هم بر اساس اون سنجیده میشه. یعنی به صورت نیستش یک استاندارد خاص فرای استاندارد هایی که خود UEFA و فیفا منتشر کرده در نظر گرفته بشه. ما موظف به اجرای پروتکل بهداشتی منتشر شده از سوی فیفا هستیم، منتها بر اساس قوانین داخلیم. من به منطقیش رو میبینم که ممکنه با یک دونه یا یک دو تا از میزبانی ما موافقت بشه نهایتا. امیدوارم که حالا به هر حال تمام و شانس چه باشگاهی رو بیشتر میدونید آقای مهدی؟ ببینید این بحث برمیگرده به بحث شرایطی که الان تیم‌های ما باید اون زمین مسابقه و زمین تمرین و هتل‌ها و شرط خودشون رو معرفی کنن. اون دستورالعملی که از و فرم پیشنهادی که از UEFA منتشر شده باشگاه اطلاعاتشون رو درج کردن. یه بخشی از بحث بودجه بندی و هزینه ها هستش. این اطلاعاتی هستش خود باشگاه در قالب پس در نهایت اطلاعاتی دادن رو UEFA بررسی میکنه. ولی به نظر شما یک تا دو باشگاه قوی بوده و موفق باشه؟ قابلیت پذیرش. جناب مهدی خیلی متشکرم، موفق باشید.